بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. حسینیه و حوزه علمیه سید الشهدا وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در خیابان قبله امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا روز جمعه شاهد برپایی مجلس بزرگ داشت آیت الله سید علی شیرازی بود. این مجلس با حضور انبوهی از مردم عزادار، علما، طلاب، روحانیون، نمایندگان مراجع اعظام تقلید و نیز شخصیت‌های دولتی، رسمی و عشایری برگزار شد. شرکت کنندگان در این مجلس بزرگداشت در گذشته فرزند ارشد آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی را تسلیت گفتند. گفتنی است شهرهای مقدس نجف و کربلا روز پنجشنبه شاهد تشییع پیکر آن عالم وارسته بود. پس از مراسم زیارت امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس علیهما السلام، پیکر آن عالم ارجمند در حسینیه و حوزه علمی سید الشهدا علیه السلام در کربلای معلا به خاک سپرده شد. قبرستانی برای مسلمانان در پالما دی مونته جیارو در استان آگریجنتوی سیسیل افتتاح می شود. این قبرستان محل دفن مهاجران مسلمانی خواهد بود که هنگام تلاش برای رسیدن به ایتالیا از طریق دریا جان خود را از دست دادند. انتظار می رود این قبرستان بین سپتامبر و اکتبر افتتاح شود و در مساحتی بیش از 1000 متر مربع وسعت خواهد داشت. منابع میگویند که 5 نظامی حکومت پیشین افغانستان توسط تفنگداران ناشناس در ایالت بلوچستان پاکستان تیرباران شدند. منابع گفتند که این رویداد صبح روز جمعه 26 مرداد در روستای دالمندی بلوچستان پاکستان رخ داده است. به گفته منابع این نظامیان در مناطق مرزی میان پاکستان و ایران تیرباران شدند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از نظامیان حکومت پیشین به کشورهای همسایه پناه بردند.